این بچه من چه گناهی کرده بود که شما 24 تا برودش کمش خالی کرده ملتی که روزی که در اونجا بودن مثل که ظاهران میگن توی سمت سمت زیرگذر با هنر زیرگذر خلقه پارک اونجا این بلا بسر بسر من میخوام ببینم که فقط قاتل اینو به من معرفی کنم خاطرش فقط میخوام بدونم اون لحظه ای که پسر من مخواستم این 24 تا گرونه ای جوری تو شکمش خواده این ای داشته؟ تو کسی که زده خودش بچه نداشته؟ واقعا انسان نبوده؟ مگه چقدر این بچه ای من طاقت داشته که شما یه خار به تو طاقت نداری تا زمانی که این خار از بعد این تعمال 24 تا گرونه رو داشته که شکمش خواده کرده من خواهش میکنم از کسایی که اگر واقعا از اون لحظه فیلم می چیزی دارن لاغت برای ما بفستن شکرم از مردمی که آمدن با ما تصویت گفتن همه مردم همه سوختن امروز مخصوصا جوان ها مخصوصا دانش آموزایی که با این هم کلاسی بودن همه ملت برای بچه من داشتن امروز گریه می برای من فقط می من مخوام بینم قاتلش کی بود درود بر شما هموطنان گرامی و همراهان همیشگی کانال خبری کیوسک در این بسته خبری با چند خبر مهم و جالب از ادامه اعتراضات و انقلاب معترضان ایران همراه شما هستیم بشنوید از خلاقیت جوانان مشهدی که صدای رسانه های رسمی خبری حکومتی را هم درآورده. همچنین ویدیویی داریم از حرف کوبنده یک استاد انسان شنسی در تلویزیون که آب پاکی را روی دست نظام ریخت و گفت این بار با همیشه فرق دارد. دعوت می کنم با مشروع خبرهای امروز کیوسک ما رو همراهی کنید. زمنان از اینکه نظرتون رو با ما و سایر دنبال کنندگان به اشتراک میگذارید از شما سپاس گذاریم. لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاس گذاریم. خلاقیت جوانان معترض ایرانی رسما صدای بلندگوی نظام را درآورد. مبارزه جوانان ایرانی این روزها از جنبه های مختلفی در رسانه های سر, تا سر دنیا پوشش داده می شود و هر روز اخبار متنوعی از این خیزش بی سابقه در رسانه های خبری جهان منتشر می شود. اما چیزی که در رسانه های حکومتی این روزها بسیار به چشم می‌خورد ترس و وحشت بسیاری است که پشت پیام ها و خبرهای اینچنینی از آخوندها در ایران برملا شده. کانال خبر رسانه شبکه یک در تلگرام روز گذشته با انتشار این تصاویر وحشت پنهانی حکومت را به روشنی فاش کرد این کانال نوشت وقاحت اقتشاشگران رزرو تیره برق برای روحانیون و مسئولین نظام براساس تصاویر منتشر شده مردم فریب خورده با الگو قرار دادن اقتشاشگران در اقدامی معنادار با نصب پسترهایی بر روی تیرهای برق شهر در وکیلاباد مشهد و سایر شهرها این تیرها را برای به شهادت رساندن مسئولان نظام به روش دار زدن رزرو کردند روشن از چنین اقداماتی که باعث تخریب روحیه روحانیون و نیروهای کف خیابان می شود منشأ آن منافقین کوردلند که از چهل سال پیش بر بر طبل ساقط کردن جمهوری اسلامی میکوبند همانها که در دهه های پیش بسیاری از مسئولان دلسوز ما مانند اسدالله لاجوردی را به شهادت رساندند همانها که با بوم در سال 60 مقام معظم رهبری را هم هدف قرار دادند که تا امروز بخشی از بدن ایشان فلج است اکنون همان دشمن مردم را فریب می دهد که تیرهای برق را برای دار زدن مسئولانی که طی چهار دهه گذشته جز خدمت به مردم کار دیگری نکردند رزرو کنند و دردناکتر آنکه این فراخانشان بازخورد هم دارد. پیش از این نیز چندین بار اقدامات خلقانه و آمادگی های معترضان در خیابان موجب حراس افکنی در حکومت و اظهار نظرهای متعددی در طول یک ماه گذشته از سوی آنها منتشر شده که با جوابهای کوبنده، ترسناک و البته تنازانه کاربران در فضای مجازی مواجه شد. برای نمونه اعرافی رئیس حوزه علمیه قوم در اظهار نظری درباره سرکوب اعتراضات گفته بود شال و رو روسری بر می دارند و رقص کنان بر آتش می اندازند. جلویشان گرفته نشود رقص کنان به سراغ عبا و امامه ما هم خواهند آمد. این اظهار نظر با واکنش های متعددی در شبکه های اجتماعی مواجه شد. نمونه دیگر اظهارات آخوندها در واکنش به آمادگی جسمانی معترضان در خیابانها سخنان ابوالفضل احمدی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر چهار محال بختیاری بود که گفته بود این افراد عمدتا نوج جوانان احساساتی بودند که در این سالها با فضای مجازی و بازیهای هیجانی رشد کردند و الان فضا را مناسب دیدند تا حرکت اکشنی که در رایانه ها انجام میدادند را به میدان واقعیت بکشند. فشارهای گسترده اجتماعی، تبعیض، فقر و فساد آشکار سیاسی نظامی که گردانندگان اصلی آن روحانیونند باعث نارضایتی گسترده مردم شده و روز به روز هم به دامنه آن افزوده می شود. هرچند نباید فراموش کرد که موضوع ترویج خشونت علیه افراد با هر نام و عنوانی نتیجه جز تولید نفرت در جامعه نخواهد داشت. امریک نظام با سرکوب دائم مردم در این سالها هرگز به آن توجه نکرده است. حکومت اما هر بار تلاش دارد اینطور القا کند که زاربان روحانیون در سطح شهرها صرفا انگیزه های مذهبی دارند یا از سر اداوت شخصی دست به این اقدام میزنند حکومت میداند که پذیرش خشم جامعه نسبت به نهاد روحانیت به معنای تایید نارضایتی جامعه از نظام اسلامی است برای حکومتی که خود را تنها حکومت شیعه جهان میداند این گسترش احساس ناامنی میان روحانیون روشنگر ضعف برنامه تبلیغی و فرهنگی اسلامی با ضرب و فشار از نوع حمله به زنان در ایران است. در جمهوری اسلامی همواره تلاش می شود حمله به روحانیون یک عمل گروهی معرفی شود و شاید به این دلیل باشد که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تلاش دارند در مدیریت خشم عمومی نسبت به روحانیت ماجرا را به سمتی ببرند که معنای دیگری در ذهن مردم دارد در اعتراضات اخیر هم برای ایجاد این حدی تعابیر تازه از معترضان در کلام سران نظام دیده می شود از ساواکی غیر بومی بهایی تا هیجانی هرچند که نسبت دادن اعتراضات به کشورهای غربی سابقه دیرینه دارد اما رهبر جمهوری اسلامی بعد از گذشت 44 سال از انقلاب و از بین رفتن ساواک خانواده ساواکی ها را از عوامل اعتراضات اعلام کرد و دیگر مقامات جمهوری اسلامی موضوعات دیگری چون هیجان و احساس گیم ها و فضای مجازی را از دلایل اعتراضات ذکر کردند اما همه این تلاش ها فقط حاوی یک پیام برای معترضان در خیابان است نظام با با این روش های تحقیرآمیز سعی در پنهان کردن وحشت خود دارد همچنین این روش به معنای این است که نظام هنوز قادر به پذیرفتن این نیست که مردم آنها را نمیخواهند و در فاز انکار این واقعیت است و این پیام خود مایه انگیزه بیشتر معترضان در خیابان است دکتر نعمت الله فاضلی انسان شناس در آنتن زنده تلویزیون آب پاکی را روی دست نظام ریخت. جنبش بزرگ ببینید این چیزی که ما الان توی جامعه داریم میبینیم جنبش اعتراضی بزرگ این به خاطر اینه که سیاست ما تو سوژه شکست خورده یعنی تلویزیون ما روزنامه ما سیاست های رفاهی ما سیاست های عمومی ما سیاست های آموزشی ما همه بر روی یک نوع همگنسازی فقط یه تیپ مشروعیت دارن یه تیپ بازنما میشن خب تیپی که مثلا حالا بسیجی انقلابی مؤمن یا هر چی اسمش میخواد بذارید یعنی شما وقتی برنامه تلویزیونی دارید و همه سبک های دیگه حاشیه رونده میشن ترد میشن به نوعی روش ارزش گذاری صورت میگیره و این تحقیر میکنه و این تحقیر کردن این نادیده گرفتن تفاوت ها این در واقع سرکوب نمادینی که داره صورت میگیره یه جا... اعتراضات پیگیر سراسری در شامگاه دوشنبه 25 مهر در چند شهر ایران به ویژه در غرب کشور استمرار یافت و در شهر آبدانان واقع در استان ایلام با تیراندازی ماموران به خشونت کشیده شد گروهی از ساکنان شهرک اکباتان تهران دوشنبه شب نیز به خیابانها آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند در سنندج و پیران شهر معترضان در خیابان آتش برپا کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند پلیس ضد شورش مأموران بسیج و نیروهای لباس شخصی نیز به سرکوب شدید معترضان پرداختند پایگاه خبری هنگاو با انتشار این اخبار نوشته است که در آبدانان دست کم نفر بر سر تیراندازی مستقیم ماموران زخمی شده اند. معترضان آبدانان مجسمه بسیج در این شهر را نیز به آتش کشیدند. هنگاو از جان باختن یک معترز 36 ساله اهل ایلام به نام محمد عبداللهی بر اثر شکنجه نیروهای امنیتی خبر داده است. این شهروند در جریان اعتراضات روز چهارشنبه 20 مهر در برابر فرمانداری ایلام بازداشت شده و جسد او روز گذشته به خانواده اش تحویل داده شده است. به نوشته هنگاو ماموران از خانواده این قربانی نامی بی گرفتند مبنی بر اینکه محمد بر اثر مرگ طبیعی فوت کرده و آنها حق ندارند موضوع را رسانه ای کنند بنابر برخی گزارش ها شامگاه دوشنبه در برخی شهرهای دیگر ایران نیز اعتراضات ادامه داشته اما به دلیل قطعی و محدودیت شدید دسترسی اینترنت در ایران اخبار و اطلاعات مربوط به تظاهرات شبانه معمولا با تاخیر به دست رسانه ها میرسد چند تن از ساکنان کرج به رادیوی بین المللی فرانسه گفتند که تقریبا هر شب در خیابان صدای شعار معترضان را میشنوند و از جمله دوشنبه شب در محله باغستان این شهر صدای تیراندازی مکرر شنیده شده است اعتراضهای سراسری جاری که در پی جان باختن محسا امینی در روز 25 شهریور 1401 در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد از آن زمان تا کنون یعنی به مدت بیش از یک ماه به طور مستمر در شهرهای مختلف ایران ادامه داشته است. این طولانی ترین تظاهرات مستمر و بیوقفه ضد حکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده است.